بپردازیم به درس دوم از سری درس های 11,000 عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی. نانسنس یعنی بی خود، بی معنی، چرت، بیهوده. نانسنس. Old lady یعنی خانم مسن، خانم پیر. Old lady. Old maid یعنی دختر خانومی که سنش کم رفته بالا. Old maid. Over egg. Egg یعنی تخم مرغ. Over یعنی از یه حدی بیشتر. وقتی که شما ماجرا رو شلوغ بکنید، پیازداغش رو زیاد کنید، exaggerate بکنید، یعنی اغراق بکنید موضوع رو، میشه over egg. پیازداغ یه چیزی رو زیاد کردن، شلوغ کردن قضیه. Pig out. Pig یعنی خوک. Out یعنی بیرون. رو هم میشه زیاد خوردن و سریع خوردن. تو فارسی داریم میگیم لنباندن یا لنبوندن. Pig out. چیزی رو سریع و در حجم زیاد کسی بخوره بهش میگن pig out. Shut it. Shut یعنی بستن. It اشاره میکنه به دهن طرف. Shut it یا shut it یعنی ببندش. دهانتو ببند، حرف نزن. Shut up یعنی ساکت شو، خفه شو. Snow job یک اصطلاح، یک عبارت به معنی بازارگرمی کردن، با زبون بازی کردن برای که شما یه چیزی بفروشید. So what یعنی که چی بشه، که چی. So what. Soft egg که یعنی تخم مرغ. Soft هم یعنی نرم، میشه تخم مرغ نرم، عسلی. Soft egg. Someday یه روزی که مشخص نیست که. Someday یه روزی به هر حال. Someone یعنی یه فردی. Someone Somebody یعنی یک فرد، یک شخصی. Somebody Stop it. توجه بکنید دوستان، نمیگم Stop یعنی متوقف کردن. It اون کاری که دارید انجام میدید یا اون کاری که طرف داره انجام میده. Stop it. تمومش کن. بس بابا، بی خیال. Stop it. تمومش کن. Take off هم به لباس در آوردن میگن، هم از زمین بلند شدن هواپیما. Take off. Take out به غذای گفته میشه که شما یه سری رستوران ها هستن، میرید غذا رو میگیرید و میبرید، جایی نداره که شما برید غذا رو بشینید بخورید، بهشون میگن take out غذای بگیر و ببر، تو فارسی میگی بهش. That way میشه اون راه، اون مسیر. مثلا تو آدرس دهی that way، اون را، اون مسیر. Too bad.
Too bad. Too bad. یعنی خیلی بد. Trust me. Trust me. دوستان توجه بکنید، نمیگم تراست می. Trust me. Trust me. یعنی به من اعتماد کن. Tune in. Tune in. Tune in. یعنی اطلاعات جمع کن. حواست به اطرافت باشه. اطلاعات داشته باش. حواست باشه. Watch me. Watch me. Watch me. یعنی منو ببین. منو بپا. حواست به من باشه. Way over. Way over. توجه بکنید دوستان، تلفظ W و V در این عبارت رو، W رو عرض کردم خدمتون، لبها تقریبا حالت بوسه، ولی وقتی که V رو میخواید تلفظ بکنید، نیش دندون های بالا روی لب پایین. Way over. Way over. Way over یعنی خارج از فهم، دور از فکر، یعنی چیزی که به ذهن شما قد نده. Who won? Who won? Won گذشته win یعنی برنده شدن. Who won? یعنی چه کسی برنده شد؟ کی برد؟ Why not? Why not? Why not? چرا که نه؟ چرا نه؟ البته که میشه. چرا نه؟ Why not? You bet. You bet. You bet. یعنی میتونی شرط بندی کنی روش. یعنی حتما شک نکن. انقدر مطمئنه که میتونی روش شرط بندی کنی. حتما شک نکن. You win. You win. You win. یعنی تو بردی. تو برنده شدی. Zip code. Zip code. Zip code. یعنی کد پستی. Zip code. A fat man. A fat man. یعنی یک مرد چاق. A fat man. After all. After all. After all. یعنی بعد از همه این اتفاقات، بعد از همه ماجراها، میشه چی؟ میشه سرانجام. After all. After you. After you. After you. یعنی شما بفرمایید، بعد از شما. After you. All heart. All heart. All heart یعنی کسی که خیلی مهربان و بخشنده است. All night. All night. All night یعنی تمام شب. All right. All right. All right یعنی بسیار خوب. اوکی. And so on. And so on. And so on. فرض کنید یه موضوعی رو داری توضیح میدید و در نهایت میگید و غیره و بقیه ماجرا. And so on. Any fruit. Any fruit. Any fruit یعنی هر میوهی. As far as. As far as. As far as. یعنی تا آنجایی که. As likely. As likely. As likely. یعنی به احتمال قوی.
As old as. As old as. یعنی به پیریه. As old as. At a loss. At a loss. یعنی با سردرگمی، با تردید. At a loss. Away from. Away from. Away from یعنی دور از. مثلا away from home یعنی دور از خونه. Away from home. Away from. Back down. Back down. یعنی بابا بیا پایین از خر شیطون. بی خیال شو. بابا بی خیال. Back down. Back down. Back rent. Back rent. Rent یعنی اجاره. Back یعنی عقب افتاده در اینجا. Back rent یعنی اجاره که عقب افتاده، پس افتاده. Back rent. Bad habit. Bad که میدونید یعنی bad. Habit هم یعنی عادت. Bad habit. Bad habit یعنی عادت بد. Be alert. Be alert. یعنی حواست جمع باشه. هوشیار باش. Be alert. Be quiet. Be quiet. Be quiet. یعنی ساکت باش. حرف نزن. Be quiet. Big mouth. Big mouth یعنی دهن لق و راج. Big mouth. Big noise. Big noise. Noise یعنی صدا، سر و صدا. Noise. Big یعنی بزرگ، ولی این یه اصطلاحه، یعنی کله گنده، آدم کله گنده. Big noise. Black art. Black art. Art یعنی هنر. Black یعنی سیاه. Black art رو هم یعنی جادو جنبل. هنری که سیاهه، کسی سر در نمیاره ازش. Black art. جادو جنبل. Boomtown. Boomtown. Boomtown یعنی شهر بسیار پر رونق، خیلی رشد یافته، پیشرفته. Boomtown. Breeze in. Breeze in یعنی شاد و شنگول وارد جای شدن، یعنی شاد و شنگول بودن. Breeze in. By chance یعنی شانسی، اتفاقی. Chance یعنی شانس، اتفاقی. By chance یعنی تصادفاً، اتفاقاً. By chance. Can't he؟ یعنی آیا او نمیتونه؟ Can't he؟ او نمیتونه؟ Can't he؟ Cheer up. Cheer up. وقتی که میخواید فردی رو تشویق کنید. Cheer up. یعنی دمت گرم. ایول. Cheer up. Cheese it. Cheese it. Cheese it. یعنی بزن به چاک. خیلی عامیانه است این. بزن به چاک. برو پی کارت. Cheese it. Chop chop. Chop chop. یعنی بابا بجوم. یالا سری باش. Chop chop. Clap him. Clap him. Clap him یعنی براش دست بزنی، تشویقش کنی. Come here. Come here. Come here یعنی بیا اینجا.
Come off. یعنی برو بابا. برو بینیم بابا. برو بیخیال بابا. Come off. Come off. Cry wolf. Cry wolf. یعنی چوپونه دروغگو، کسی که گریهش هیچ معنی برای شما نداره. نزدیکترین اصطلاح و معنیش در فارسی میشه چوپونه دروغگو. Cry wolf. Curse me. Curse یعنی فوش دادن. Curse me یعنی لعنت به من. Curse me. لعنت به من. Curse me. Damn you. همطور که گفتیم N در damn تلفظ نمیشه. Damn you. یعنی لعنت به تو. کسافت. Damn you. Deep shit. Sheet نیست دوستان. Shit. Deep shit. Deep shit. یعنی دردسر خیلی بزرگ. موقعیت خیلی بد. البته به آدمایی که خیلی هم مزخرفن بهشون گفته میشه دیپ شت. داون تاون. داون تاون یعنی مرکز یا قسمت اداری شهر، وسط شهر. داون تاون. دریم آن. دریم آن یعنی به همین خیال باش. Dream on. Easy man. Easy man. یعنی با آروم باش مرد، سخت نگیر. Easy man. Every day. Every day. یعنی هر روز. Every day. Excuse me. Excuse me. یعنی ببخشید. منو ببخشید. منو مورد عفو قرار بدید. Excuse me. Feel blue. Feel blue. یعنی خیلی افسرده و دپرس و خیلی ناراحت. Feel blue. Follow me. Follow me. Follow me یعنی منو دنبال کنید. Follow یعنی دنبال کردن. Me یعنی مرا. Follow me. منو دنبال کنید. دنبالم بیایید.